وضعیت دشوار زندگی کودکان شاقکار در افغانستان. او که پدرم کار میکرد در جو رفتید با شوگار شد با از جای از اون ما باز بکرد پدرم کار میکرد. بیش از هر کشور دیگر در افغانستان کودکان زیاده سرگرم کارهای شاقند. کودکانی که باید در پرورشگاه‌ها و یا مراکز تعلیمی باشند به خاطر مشکلات اقتصادی خانواده‌ها ناگزیرند تا کارهای شاق انجام دهند، از کوچه و خیابان گرفته تا ورکشاپ‌ها و خشت‌پزی‌ها. به گونه نمونه مانند بشر صدها هزار کودک دیگر سرگرم کارند. کاری که کودکان انجام می‌دهند تنها نان خشک خانواده را تامین می‌کند که گاه همین پول را نیز نمی‌توانند به دست آورند. صبح 6:30 بجه میام دکار. دکار که آمدم تا 11:30 کار می‌کنم، 2 ساعت 1:30 میرم مکتب. مکتب را امتحان خودم می‌دم، پس میام خانه مدرسه میرم. در خانه می‌دیم مادرم می‌دیم گاه نان می‌خره، کچولو، پیاز، رومی، سودای خانه. در حال حاضر کودکان زیاد در افغانستان در ترمیمگاه‌های موتر، دستگاه‌های خیاطی، رستوران‌ها و حتی کوره‌های خشت‌پزی مشغول کارهای شاقند. در همین حال در کشتزارها، باغ‌ها و چراندن مواشی از جداناپذیرترین بخش اشتغال کودکان در میان خانواده‌هایی که دور از شهر زندگی می‌کنند است. شمار از کودکانی که مشغول کار در روی جاده هستند میگویند که علاقه زیاد به آموزش دارند، اما تهیه مخارج خانواده هایشان آنان را واداشته مکتب را ترک کنند و به کارهای شاق رو آورند. روزانه 700 800 با پیسه مال ببره، با 700 800 سال رو پیش فایده بوده، خلیفه ما بر ما 50 رو پمیده. در خانه 5 نفر رسیم کردم، عرش کرد پدر مادر مفت نفر، 50 رو پا مارش رو میگیرم خانه. آگاهان باور دارند که آموزش یکی از حقوق اساسی کودکان است و مختل شدن روند آموزش اطفال به هر دلیلی که باشد آینده تاریک برای آنان رقم می زند. در افغانستان از هر 5 کودک 1 کودکان کار می کند و در حال حاضر بیش از 1 میلیون کودک دیگر سرگرم کارهای شاقند. بیشتر از این کودکان به دلایل همچون بی‌سرپرستی، بد‌سرپرستی، فقر و ناداری خانواده‌ها مجبور به کارهای شاق می‌شوند.